بسیاری از رسانه ها با توجه به نگاه خاصی که دارن میکوشن تا یک خط فکری معین رو به صورت تبلیغاتی پیگیری کنه. فیلم مثال یک رسانه که وابسته به یک جناح خاص از فعالان سیاسی هست میکوشه تا تمام فعالیت های انجام شده در فضای سیاسی کشور رو فقط و فقط برآمده از این تشکل ببینه و دیگر کنشگران رو فاقد هر گونه ارزش و اعتباری قلمداد کنه. دو سه رسانه اصلی، رسانه هایی که به رسانه های جریانساز یا رسانه های صاحب منابع مالی گسترده دولتی محسوب میشن، هم در سالهای گذشته خودشون رو به صورت کاملا واضح و معینی نزدیک کردن به اونچه که جریان روند حرکت های اصلاحات در ایران قلمداد میشه. برخی ها معتقدند که این حرکت برآمده از چیزی است که حکومت در ایران خواسته، برخی معتقدند چیزی است که در فکر عمومی مردم قرار داره. برخی منتقدان هم معتقدند که این رسانه ها با توجه به برخی سیاست های پشت پرده میکوشند تا تفکر داخل جامعه رو از طریق بمباران رسانه‌ای و اطلاعاتی تنها و تنها در حدود اصولگرا اصلاح طلب نگه دارند و دیگر تفکرات و نهله‌های فکری رو از چشم مردم دور نگه دارند. بسیاری از کنش ها و حرکت های اجتماعی که در خارج از ایران اتفاق میفته از طریق این رسانه ها به سمع و نظر مردم ایران نمیرسه و خبرنگاران بسیاری از رسانه هایی که به سمت ایران آنتن هاشون رو تنظیم کردن از کنار بسیاری از رویدادهایی که نیروها و جریان های فعال اپوزیسیون در اون فعالیت میکنند چشم پوشی میکنند. به عنوان مثال در همین هفته‌ای که گذشت و همزمان با سفر حسن روحانی، چهارمین سفر حسن روحانی به نیویورک، گروه‌های مختلفی از فعالان اجتماعی و مدنی در نیویورک در مقابل این سفر اعتراض کردند و به راهپیمایی و برخی صحنه‌های نمایش خیابانی هم دست زدند. گروه های متعدد چپگرا، سلطنت طلب، ملی گرایان ایرانی، حتی گروه های وابسته به مجاهدین، اعضای سازمان مجاهدین و چند شوی خیابانی، نمایش هایی که از قبل طراحی شده بود با حتی استخدام برخی بازیگران خارجی غیر ایرانی تبار که بتونن چنین نمایشی رو انجام بدن، از صحنه آرایی در خیابان گرفته تا اعتراض در قالب ماشین های متحرک در سطح شهر، اما هیچ کسی درباره اونها حتی یک کلمه در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک و حتی بازگشت اون صحبت نکرد. مثل حرف من باز میگرده به خبرگزاری ایران شهر، خبرگزاری تنها و نخستین مرکز مستقل خبری که نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز است و در فضای گسترده از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و هنری ایرانیان از خودش و از دیگر ایرانیان با ایرانیان درون مرز به گفتگو می نشیند. اونجاست که میشه دید که فعالیت های گسترده چندین و چند گروه در چشم چه خبرگزاری های داخلی و چه خبرگزاری های خارجی کمتر از اون دیده میشه که به اطلاع مردم برسه، یا به عبارتی بهتره که مردم ایران ندونن چنین رفتارهایی در حال انجام هست. اما به راستی گره کار کجاست و سانسور اپوزیسیون از کجا شروع شده و تا به کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ چقدر از این سانسور از تهران نشأت میگیره و چقدرش در رقابت‌های درون گروهی و رقابت‌های میان گروهی خود اعضای اپوزیسیون، یعنی مجموعه فعالان و کوشندگان سیاسی در طیف‌های گوناگون که مخالف جمهوری اسلامی و معتقد به براندازی اون هستند شکل میگیره؟ من و مدیر مسئول خبرگزاری ایران شهر و مؤسس شرکت کتاب بیژن خلیلی رو در این برنامه همراهی کنم. درود به شما، خوش آمدین. میدونم که یه جورایی با دل پر هم آمدین. درود به شما، درود به بینندگان عزیزتون و عزیزمون. خدمت شما عرض کنم که چه مقدمه فوق‌العاده خوبی رو مطرح کردین. امروز 35 سال که این فعالیت 35 سال گذشته بعد مداوم استمرار پیدا کرده و این 35 سال عمر فعالیت یک شاکله عظیمی از کوشندگان فرهنگی سیاسی در خارج از کشور است. به عنوان معتبرترین مرکز نشر فارسی زبان در خارج از ایران میزبان بسیاری از این ایده ها، عقاید، آرا بودید. حتی برخی از اونها رو میدونم به رسمیت نمیشناسید، اما در ارائه خدمات نشر چاپ به اونها کوتاهی نمی کنید. البته وظیفه ما این است. ببینید، بیایم یک کمی، چون شما خیلی بحث گسترده‌ای رو مطرح کردید، یک کمی باید واقعا جداش کنیم. ببینید، اگر یه حزبی
تشکیل شده و این حزب یک مانیفست خودشو داره طبیعتاً و یه بودجه برای خودش تعیین کرده، یه روزنامه مثلا هفتگی چاپ میکنه که ارگان این حزبه. فرض کنید حزب توده، مثلا حزب توده ایران طبیعیه که باید آرا و عقاید حزب توده رو مطرح کنه، کنش های حزب توده رو مطرح کنه، فعالیت های حزب توده رو مطرح کنه و از سوی دیگه بتونه زیرگیری بکنه از جریانات دیگر، مثلا درست. از جبهه ملی فلان اینا. این یک چیز خیلی خیلی طبیعیه. جبهه ملی هم همین کارو باید بکنه و همه گروه های مختلف. در یک نظام دموکراتیک خوبیش ارزش این ارزش اینه که مثلا فرض کنید در دوران دکتر مصدق شما میبینید که روزنامه‌های مخالف، روزنامه‌های موافق همه هستن، موافق این، مخالف اون و هر چیزی که وجود داره، یک طیف کامل وجود داره که اینا بتونن این گفتمان رو راه بندازن و این گفتمان مثبت و منفی و بعد نتیجهش جامعه نتیجه رو بگیره. ما چرا جمهوری اسلامی رو یک دست میگیم جمهوری اسلامی؟ هیچ کدوم از روزنامه ها و هیچ کدوم از رسانه ها رو حاضر نیستیم که دونه دونه مطرح کنیم و همه رو به یک حالت ارائه میدیم، برای اینکه اونجا در یک سیستم خبریه که سرکوب و سرکوب شدید وجود داره، سانسور کامل برقراره و همه روزنامه ها از یک سیستمی پیروی میکنن که اون سیستم توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و از طرف رهبری جمهوری اسلامی و از طرف این سیستم داره دیکته میشه. بنابراین ما وقتی داریم صحبت میکنیم یک ضرب میگیم که جمهوری اسلامی هیچ اپوزیسیون رو مطرح نمیکنه. چرا مطرح نمیکنه؟ برای اینکه البته اپوزیسیون به ضررشه. خب ببینید در خارج از کشور چه شرایطی برقراره. بازم خیلی باید طبیعی باشه که در 35 6 سال گذشته این مجموعه رسانه هایی که به وجود اومده، اگر رسانه ای به طیف خاصی بستگی داره یا با طیف خاصی رابطه داره، بتونه اون طیف خاص رو مطرح کنه و از بقیه طیف ها مثلا زیرگیری بکنه. اینم واقعیت من میتونم بپذیرم. مشکل خارج از کشور با مشکل داخل کشور دو تا چیز مختلفه. الان من میگم که این سانسوری که واقعا وجود داره در خارج از کشور چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. ببینید در داخل کشور یک سیستم سرکوبگر وجود داره، ولی یادمون باشه یک جمعیت 80 میلیونی که میتونه زبان فارسی رو بخونه، با زبان فارسی زندگی میکنه، ولی در خارج از کشور ما یه همچیزی وجود خارجی نداره. زبان فارسی یک زبان دومه، به خصوص برای نسل جدید، و زبانی است که زبان فارسی بیشتر در منزل استفاده میشه نه در خارج از منزل. خب حالا باید ببینیم که همونجوری که شما گفتید این رسانه های جریانساز، رسانه های جریانساز رسانه هایی هستن که با بودجه های بزرگ مالی دارن. این بودجه های بزرگ مالی از کجا میاد؟ از دولت ها میاد. مثلا فرض کنید صدای آمریکا، مثلا رادیو فردا، مثلا بی بی سی لندن، اینا از دولت های خودشون یا دویچه وله یا رادیو فرانسه یا هر کدوم از اینها، اینا از طرف دولت‌های خودشون مبانی دولتی خودشون رو مطرح می‌کنن و اون حرفایی رو که به هر حال یک دولتی لازم داره دیکته می‌کنن و اون چارچوب رو می‌بندن. بعد اینا اومدن ضمناً یک عده ایرانی رو هم استخدام کردن که در این سیستم اینا کار می‌کنه. ما باید بپذیریم با توجه به شرایط مالی که این خبرگزاری‌های بین‌المللی دارن، اینها قدرت رو در دست دارن، یعنی از لحاظ مالی قدرت دارن، بنابراین تعداد خبرنگار دارن، تعداد نویسنده دارن، بهترین کارهای اینترنتی و بهترین کارهای وبسایت و اینا رو انجام میدن، میتونن استخدام‌های فوق‌العاده بکنن، میتونن به خاطر اسمی هم که دارن بیشتر هنرمنده حاضرن باشون مصاحبه کنن، خدمت شما عرض کنن، باشون همکاری کنن و بسیاری از این چیزهای دیگه. و اینا چون حالا اگر اینا کوچکترین لغزشی که بکنن یا کوچکترین چیزی رو که انجام بدن که
اپوزیسیونی که الان وجود داره در 36 سال گذشته که به نظر من به صورت انفرادی هم بسیار خوب کار کرده، خودشو خیلی هم خوب نشون داده، از جان گذشته، یادمون باشه از جان گذشته. وقتی نیوشا فرحی وقتی ورود خامنه ای به نیویورک خودشو به آتش میکشه، یعنی خودشو فدا میکنه برای ملت ایران، فدا میکنه برای آرمان آزادی خواهی، این شوخی بردار نیست. و اپوزیسیون ایران خیلی کار کرده، ولی که متاسفانه رسانه هایی که بتونن صدای این اپوزیسیون رو قوی تر بکنن، و میدونید که این دوتا به قول این فرنگی ها میگن کچ 2020، یعنی که وقتی شما رسانه ها به این اپوزیسیون بها میدید، مطرحشون میکنید، اونا بهتر کار میکنن، اونا که بهتر کار میکنن رسانه بهتر میشه، رسانه دوباره تقویت میشه. و این همین اتفاقی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی در رسانه های بزرگ اروپایی آمریکایی اتفاق میفته، که میبینیم که یک خبرنگاری بلند میشه و موضوع 400 میلیون دلاری که به جمهوری اسلامی پرداخت میشه پیگیری میکنه، پیگیری میکنه، پیگیری میکنه و بالاخره نشون میده و بالاخره اینو مسئله رو رو میکنه، حتی در موقعی که دولت امریکا اصلا نمیخواد در این مورد حرف بزنه، یقش رو میگیره قبل از اینکه کنگره امریکا این کارو بکنه، قبل از اینکه سنای امریکا بتونه این کارو بکنه، یک روزنامه نگار از وال استریت جورنال میره این کارو انجام میده با پیگیری و بدون اینکه البته مورد سرکوب واقع بشه در این مملکت انجام میده و باعث میشه که تمام خبرگزاری های بین المللی، تمام رسانه ها، تمام ملت های جهان نسبت به این مسئله حساس بشن، کنگره امریکا حساس بشه، کاخ سفید مجبور به پاسخگویی بشه. و هفته پیش ایشون مهمان لس آنجلس هم بوده. آقای سالمون رو میگید، نویسنده کتاب جنگ های ایران که ابعاد افشاگری او در مورد انتقال منابع مالی به ایران به صورت باج یک بلوایی در حقیقت پا کرد دیگه و تونست که تمام دنیا رو تحت شعاع قرار بده. بفرمایید، ببخشید. میخواستم اینو بگم، شما به ایران شهر اشاره کرد. ببینید ایران شهر یک خبرگزاری کوچکی است نسبت به خبرگزاری های بین‌المللی بسیار بزرگ. ما بودجه فقط از طریق تبلیغاتی که از توی روزنامه و یا تبلیغاتی که روی وبسایت ایران شهر میگیریم قرار زندگی این کار رو بگذرونیم و این کار رو انجام بدیم. هیچ ادعایی هم نداریم، شما خودتون به عنوان سردبیر در این نشریه و در این خبرگزاری دارید انجام وظیفه میکنید، ولی ما یک ادعایی میکنیم و ادعایی که میکنیم این است که ما هدفمون این است که میخواییم حقایق رو و یه سری اطلاعاتی رو در اسرع وقت، در سریع ترین زمان ممکن برسونیم به دست مردم که قیچیش هم نکرده باشیم. یعنی اگه ما اومدیم تظاهرات اعتراضی گروه های مختلف سیاسی در نیویورک مطرح کردیم، ما به این عقیده معتقدیم، یعنی بر این باوریم که هر کسی که اومده اونجا این اعتراض کرده این اعتراض رو مطرح کنیم. ممکنه که ما با مجاهدین خلق موافق نباشیم، ولی اطلاع میدیم که مجاهدین خلق اتفاقا اونجا سازمان یافته ترین گروهی بودن بره و حقیقت رو مطرح میکنیم و از این که این حقیقت رو مطرح کنیم ابایی نداریم. آقای خلیل اتفاقا نکته همینجاست، نکته همینجاست دقیقا. یعنی این رقابت های کورکورانه، شما میگید که میپذیرید چنین چیزی باشه، ولی واقعیت قضیه اینجاست که همین رسانه افق ایران به هیچ تردیدی رسانه رسمی دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی است، رسانه شاهزاده رضا پهلوی است، یک رادیو تلویزیون و ابعادی که داره در فضای مجازی و در دیگر ابعاد رسانه‌ای که داره متعلق به شورای ملی ایرانه، ولی در هیچ کجای اساسنامه این نوشته نشده، هرگز به من به عنوان انکر این تلویزیون از طرف شاهزاده یا دستیاران ارشد ایشون گفته نشده که فلان کس یا فلان موضوع یا فلان فرد یا فلان مسئله رو مطرح نکنید، هیچ محدودیتی قائل نمیشن. اما وقتی میری یه ذره اونورتر میبینی برخی ها که خودشون رو مدافع یک جریان فکری میدونن، فیلمسال مدافع کمونیسم میدونن، اصلا من پرتش کنم یک جای دیگری، یا خودشون رو چپ های سرخ ایران قلمداد میکنن، یه دفعه اینها اگر کسی بخواد در اون مجموعه در مورد مثلا یک مسئله هر چیزی ملی صحبت کنن، یه دفعه اینها فریادها برپا میکنن و کوروش رو نمادی از نخبت ایرانی میدونن برای فریب توده ها و لا بلا 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 که خودتون بهتر قلمداد میکنید.
همین مبنا هست. ببینید یعنی وقتی که این عدم رواداری در میان کنشگران متاسفانه ایرانی باید اول قبول کنیم وجود داره و بعد این رو پیدا کنیم که آیا این عدم رواداری آب به آسیاب حکومت اسلامی در ایران در این 30 چند سال ریخته یا نریخته. سوال من مشخصا اینجاست که آیا میشه گفت اختلافات داخلی در اپوزیسیون، خصوصا برخی اختلافاتی از این دست که من کردم تو نکردی یا اگر کسی کرده و ما نکردیم کار او رو بی‌ارزش کنیم، تونسته به بقای حکومت در ایران کمک کنه؟ نمیگم به بقای حکومت در ایران کمک کرده، ولی میتونم اینو من هم ادعا کنم که این کاری که متاسفانه در داخل اپوزیسیون بهانه دادن به طرف مقابل، بهانه دادن به فکر مقابل اتفاق افتاده، این باعث ضعیف شدن اپوزیسیون شده و ضعیف شدن اپوزیسیون به طور کلی یعنی قدرتمند شدن جمهوری اسلامی. ما به هیچ وجه یعنی نمیخوام اینجا چیز صادر کنم، یعنی لزومی نداره، اگر هممون همه حقایق رو ببینیم و همه حقایق رو مطرح کنیم، خود به خود جمهوری اسلامی تضعیف میشه. خود به خود جمهوری اسلامی در برابر اپوزیسیون بزرگی که در خارج از کشور هست زانو خواهد زد. اگر بتونیم واقعیت‌ها رو مطرح کنیم و بکنیم و سعی کنیم، حالا شبان روزی کار نمی‌کنیم، روزانه کار کنیم، اگر روزانه کار نمی‌کنیم هفتگی کار کنیم، خبرها رو درست به جامعه و ملت ایران برسونیم، اون باعث میشه که جمهوری اسلامی سر فرود بیاره. ما اینجوری میتونیم جمهوری اسلامی رو خلع سلاح کنیم. ما با جمهوری اسلامی نه از لحاظ مالی در توانمونه که با اونا بجنگیم، نه قدرت نظامی داریم، نه کشورهای مختلف جهان ما رو به رسمیت میشناسن، نه سازمان ملل ما رو قبول داره، پرچممون هم قبول ندارن. هیچ گونه از چیزایی که اولین گام اینه که ما این واقعیت رو باور کنیم که آقا سردر جمهوری، سردر سازمان ملل یه پرچم دیگری رو میزنن که مورد تایید بسیاری از اقشار جامعه ایرانی و حتی حداقل دست به نقد میشه که فرهیختگان ایرانی به تبع پشتوانه تاریخی نیست، اما دنیا اون رو میپذیره، میگه این پرچم قانونی کشوری استفاده میکنه و این غلطه و حالا این رو ما نمیتونیم به اونها اثبات کنیم. و بعد مثلا وقتی خانم دریا صفایی با پرچم شیر خورشید نشان میان تشریف میبرن در استادیومی در ریو، ماموران امنیتی از اون میخوان که اونجا رو ترک کنه چون این یک کار سیاسی است. یا در مسابقات کشتی در همین لس آنجلس این اتفاق میفته و نفوذ حالا این مسائل و سوء استفاده دولت جمهوری اسلامی از مسائل و قوانین بین المللی باعث میشه که مثلا کنشگرانی که میخوان با پرچم شیر خورشید در این مناسبات باشن رو محدود کنن یا ازشون خواهش کنن که سالن رو ترک کنن، اتفاقی که در حوزه یکی از مسابقات رسمی کشتی در لس آنجلس رخ داد. حالا اگر بخوایم این رو دقیقاً بگذاریم این ور گود و ببینیم که این عدم رواداری تا چند اندازه در رسانه‌های جریان اصلی شکل پیدا می‌کنه، اونها چرا؟ من اگر اعتقاد دارم که فیلم مثال به عنوان خبرنگار بی بی سی یا مثلا صدای آمریکا یک رسانه که بودجه دولتی داره و بایستی بی‌طرف باشه، همه ابعاد رو ببینم، اما چطور خبرنگار یک شبکه دولتی از کنار مردم معترض در خیابان یکم نیویورک رد میشه، میره اونور خیابون بدون اینکه حتی یک واب از شعارهای اینها رو مطرح کنه، میره اونور و شروع میکنه به به و چه چه کردن از حضور یک مقام دولتی در شورای امنیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ولی یه بدبستان هایی که ما شاید نمیدونیم، شاید ما شاید نمیدونیم که این بدبستان ها کجا داره صورت میگیره و آیا بعدا نشون خواهد داد، حتما نشون خواهد داد. ولی در این که شما باید مشکوک باشید و تردید بکنید به این اطلاعات و خبرهایی رو که حتی خبرگزاری های بین المللی مطرح میکنن، حتما باید این اتفاق بیفته. من بارها خودم مقایسه کردم بی بی سی انگلیسی و بی بی سی فارسی رو، خبرها با همدیگه تطبیق نمی کنه. یعنی اگر در بی بی سی انگلیسی یه مطلبی فرض کنید در مورد اسرائیل مطرح میشه، برای اینکه خواننده طرفدار جمهوری اسلامی رو بی بی سی راضی بکنه، بی بی سی فارسی میبینید که مطلب رو میپیچونن و مطلب رو جور دیگری هم تیتر میزنن، هم مطلب داخلش رو جور دیگری مینویسن. من همین چند هفته پیش دیدم آقای حسن دایی نشان داده بود که چه
تفاوت‌های فاحش تفاوت فاحش علب حداقل در سوریه وجود داره بین خبر انگلیسی و ترجمه فارسی وجود داره که اساسا خبر رو متحول کرده به چیز دیگه تبدیل کرده. چرا این کارو میکنن من نمیدونم چه زد و بندهایی طبیعتا دارم، ولی کن حقیقتا آگاه هستم به عنوان یک فرد که خودم بفهمم که اینها دارن یه کاری رو انجام میدن. حالا چه کاری، چه سودی داره براشون؟ بله حتما سود داره و سودشون سودهای مالی و سرمایه گذاری هایی که در کشور طرف دیگه انجام میدن، میتونن پولهای بزرگی رو این ور اون ور بکنه از لحاظ منافع اقتصادی، منافع سیاسی و حتما وجود داره. حالا ما البته میگم رویش رو میبینیم، هسته و داخلش رو متوجه نمیشیم. مثلا فرض کنید تا اونجایی که میدونم وایس آف امریکا شما رو ممنوع تصویر کرده؟ میگن، ولی حالا من خودم رسما اعلام نکردن به من، ولی مثلا یعنی دعوتتون دیگه نمیکنه؟ نه قطعا تو بلک لیست، اگر بلک لیست وجود داره قرار دادن دیگه. خب این باعث تاسف دیگه، یعنی اگر شما به عنوان یک نیروی اپوزیسیون اگر مطرح کنیم که نیروی اپوزیسیون مؤثر هم هستید، خب باید میکروفون داشته باشید در خبرگزاری های بین المللی که بتونید حرفتون رو بزنید. من نمیگم شما تنها حرف بزنید، بقیه هم حق دارن حرف بزنن، عقاید مخالف شما رو هم مطرح کنن، ولی این خبرگزاری های بین المللی که صاحب قدرت های مالی و اقتصادی هستن، قدرت های سیاسی و اجتماعی پشت سر اینا هست، اگر اینها هم ما رو سانسور بکنن، واقعیتش اینه که ملت ایران چه باید بکند؟ یعنی خب همینجاست کلمه سانسور اتوماتیکلی برمیگرده به یک تفکر استبدادی. آدم توقع داره که یک تفکر استبدادی شروع کنه به سانسور کردن. وقتی مثلا بگیم که جمهوری اسلامی سانسور میکنه منطقی به نظر میرسه، اما وقتی بگیم که مثلا شبکه خبری بی بی سی فارسی داره سانسور میکنه، یا بگیم که شبکه صدای آمریکا خبرنگارش از کنار گروه‌های فعال و تظاهر کنندگان در خیابان یکم رد میشه، دو تا چهارم ورتر میره تو، ولی اینا رو نشون نمیده. آدم‌هایی که آدمای کوچکی هم نیستن، قبلا هم در همین صدای آمریکا می اومدن بارها و بارها مصاحبه میکردن، مثلا منصور حسانی رو نشون نمیده، بغلش رد میشه میره. منظورم فقط گروه‌های مثلا مجاهدین نیستن، چون میدونید تو این برنامه خیلی های دیگه بودن، کارگران بودن، ملی‌ها بودن، کسانی بودن که باور فقط به مسائل حقوق بشری داشتن و با شعار نه به اعدام نه به روحانی آمدن اونجا ایستادن و با واسه به هیچ طیف سیاسی نیستن. هیچ کدوم از اینها دیده نمیشه و این وارد اونجا میشه. این چه چیزی رو مستتر میکنه در حالی که تمام کارشناسانی هم که در اینجور برنامه ها میان شروع میکنن به 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 و چه چه کردن از برقراری ارتباط میان این دو طیف خاص، یعنی دولتی های آمریکا و دولتی های ایران. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ متاسفانه آقای پرزیدنت اوباما این هفته اعلام کردن که این چیزی که کنگره قرار است که به عنوان لایحه مطرح بکنه و نشون بده که رهبران ایران از کجا این همه پول آورده هن؟ در حقیقت از کجا آورده یک قانون بود در دوران سالهای 20 که در مجلس ایران تصویب شد که از دولت مردان ایران بپرسن از کجا آورده ای و رصد کنه در رصد کنه این پول ها از کجا اومده و آیا از امکانات گرفتن که در پست دولت بودن، یعنی در یک پست دولتی کار کردن، بنابراین از لازم مالی قدرت گرفتن، رشوه ای گرفتن، اتفاقی افتاده، یا اینکه نه خودشون مثلا فرض کنید یک زمینی داشتن، زمینو فروختن پولدار شدن، مثلا دارم میگم، و بسیار قانون درستی بود. کنگره امریکا تصمیم گرفته بگه از رهبران ایران بپرسه به خاطر اینکه واقعا این شرایط اختناقی که در ایران هست، این سرکوب که هست، اینکه عدم رعایت حقوق بشر میشه و همجوری گله گله ملت رو اعدام میکنن، رقمی که مطرح شده بود در ایران شهر در سه سال گذشته در دوران روحانی 2500 نفر اعدام شد، بیش از 2500 نفر اعدام شدن. خب رهبران ایران این امکانات مالی رو از کجا آوردن؟ یعنی کنگره امریکا بتونه به مردم ایران در حقیقت گزارش بده، چون شاید مردم دیگه جهان براشون اهمیت نداشته باشه که این پولها رو رهبران ایران از کجا آوردن که به بانکهای بین المللی سپردن یا در داخل ایران دارن. اتفاقا من از من آقای خلیل، برای مردم جاهای دیگه دنیا اهمیت داره، به خاطر اینکه توانهای رفتارهای تروریستی شو پس میدن. سوری ها، اسرائیلی ها، آرژانتینی ها، برزیلی ها، ونزوئلایی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها گرفتار این تروریسمی هستن که امروز در منطقه با
پول و بودجه ایران داره انجام میشه. و البته این اخیرا هم که دیدید که گفته شد که برخی از مقامات سپاه پاسداران مشخصا سردار باقبانی در خرید و فروش مواد مخدر در سطح بین المللی نقش جدی و هدایت کننده داره، یعنی دیگه اسم آوردن، رسما مشخص کردن و وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد. خب اینا رو وقتی میبینن، خب طبیعتا برای هر فردی، ممکن برای فردی در جنوب غرب کره جنوبی هم اهمیت داشته باشه که بچه‌اش با مواد مخدر آلوده نشه، وقتی میبینه این رهبران مستقیما در این زمینه در دستگیر. البته حرفتون کاملا درسته، ولی به هر حال این چیز که اول به مردم ایران مربوطه، یعنی مردم ایران میخوان بدونن که آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی، آقای روحانی، اینا از کجا این پول‌ها رو آوردن، چجوری در حساب‌های شخصیشون هست، اگر هست نشون بدن و ارائه داده بشه و مردم دنیا و همه بدونن. و چجور است که پرزیدنت اوباما که رهبر یک بزرگترین دموکراسی جهان اجازه نمیده که یک همچی چیزی روشن بشه برای مردم ایران و برای مردم جهان به قول شما؟ خب این باعث تأسفه، یعنی ما یه امیدی داشتیم که یک همچین چیزی مشخص بشه، این لایحه باعث بشه که یک همچین شفافیتی در حقیقت در بازار باشه و این شفافیت باعث بشه که این رهبران جوابگو و پاسخگوی مردم ایران بشن و به قول شما پاسخگوی مردم جهان بشن و ببینیم این پولها چجوری و مسیر این پولها چجوری حرکت میکنه، این پولشویی ها چگونه است. متاسفانه با اعلام وتوی آقای اوباما این قضایا خوابید. من امیدوارم این هم بخش از همین موج سانسور هست. بله دیگه، یعنی اینکه افکار عمومی از باور، از دانستن بخش های حقایق دور بمونه و آدم اصلا توقع نداره که در آمریکا با چنین چیزی مواجه شه. ولی واقعا مثل اینکه در دولت آقای اوباما همنشینی با و در واقع مستبدین ایرانی تاثیرگذاری کرده، یعنی از اون شفافیت دارن دور میشن آمریکایی ها. دست کم دولت آقای اوباما، دست کم دولت آقای اوباما دور داره میشه. حقیقت ماجرا این است که اینها دنبال این هستن که معامله کنن با دولت جمهوری اسلامی به دلایلی، چند تا دلیل مختلف داره، یکی از دلایلش مسئله هسته‌ایه که اینا با هم دیگه توافق کردن، از طرف دیگه میخوان یک بالانسی رو در منطقه به وجود بیارن، از این لحاظ که اگر داعشی وجود داره از لحاظ سنی باید یک داعش اینوری هم باشه از لحاظ شیعه، که این داعش شیعه تنها هماوردی بتونه بکنه با داعش سنی و اینا بتونن با هم دیگه در جنگ باشه. خب این ماجرای داعش برمیگرده به این چند سال اخیر، ولی این حمایت‌های از ایران در این سال‌ها یا این روند مماشات قدیمی‌تره، به دوران آقای خاتمی به این سمت برمیگرده، از آقای کلینتون شروع شد تا به امروز همینجوری داره ادامه هی بازی هی بدبستان این وسط، ولی هیچ وقت نخواستن ایرانی‌ها رو در واقع از شر جمهوری اسلامی نجات بدن. همچنین شما انگیزه ای رو بعد از 35 سال که در ایالات متحده آمریکا ساکن هستید یا بیشتر در مقامات حکومت آمریکا دیدین؟ نه، من حقیقتش اینجوری نگاه نمی کنم، به دلیل اینکه حکومت آمریکا برآمده از سیستم ملت مردم آمریکاست. همیشه جدا جدا اینا رو بحث می کنم، یعنی که دولت پرزیدنت اوباما و دولت پرزیدنت بوش و دولت پرزیدنت کلینتون و دولت بوش پدر با دولت ریگان، اینا واقعا با هم دیگه همه متفاوتن و روند تصمیم گیری هاشون هم متفاوته و چنانچه میبینیم که متفاوته. حالا بعضی هاش ممکنه همخوانی پیدا کنه یا همسویی پیدا کنه، یا آدم یک مقایسه بتونه بکنه و بگه که نه اینا مثل هم دیگه حرکت میکنن، ولی با همه این که مثل این که ممکنه مثل هم دیگه حرکت کنن، از دو چیز مختلف داره انجام میشه. و من بر این باورم که در دوران آقای اوباما به جمهوری اسلامی میدان بیشتری داده شده. این میدانی که بیشتر داده شده، با همه این که فرض کنید تا از سال 2009 در حقیقت این تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد تا همین 2015 تا همین جریان برجام، درسته که این تحریم‌ها برقرار شده، ولی بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم میبینیم که دولت اوباما امتیازات بسیار زیادی به دولت جمهوری اسلامی میده. در هر زمینه‌ای که شما نگاه بکنید این امتیازات رو داره انجام میده. چرا؟ همینجوری که عرض کردم خدمتتون، واقعا این هم
برای اینکه مناقشه هسته‌ای رو تموم کردن از لحاظ خودشون، و از لحاظ دوم هم یک سپر دفاعی برای کشورهای غربی به وجود آوردن. سپر دفاعی رو یعنی ملت ایران بایستی انجام بده. شما الان میدونید که جمهوری اسلامی در با همه کتمان‌هایی که در گذشته می‌کرده، الان کاملا نشون داده میشه که نیروهای ایرانی یعنی فرزندان ملت ایران در سوریه دارن می‌جنگن، در یک جنگ بیهوده، در یک جنگی که به ما ارتباطی نداره. ولی سپاه پاسداران، اون آقای صفوی بود فکر میکنم، اومد گفت که ما خوزستان برامون مهم، یعنی مهم نیست، سوریه برای ما مهمتره. و با همین اوضاع احوال الان میبینیم که فرزندان ایران به خاک و خون کشیده میشن بدون اینکه دلیل موجهی براش باشه. آقای خلیلی، اگر بخوایم برگردیم توی همین بحث خودمون، یعنی روی اپوزیسیون هم بهش بپردازیم، در دولت‌های مختلفی که در آمریکا توی این 30 چند ساله به کار آمدن، شما روند پیش صعود و نزول اپوزیسیون رو هم میتونید لحاظ کنید؟ آیا میشه دید که وقتی حکومتی با ایران مماشات بیشتری داشته، یا دولتی با ایران مماشات دست کم در آمریکا مماشات بیشتری داشته، اپوزیسیون افول یا نزولی داشته؟ ببینید، یه مقداری البته اپوزیسیون رو بایستی به این نگاه بکنیم که وقتی ما نسل اولی که آمدیم امریکا، به هر حال متفاوتیم با نسل دوم و سومی که در امریکا متولد شده، زبانش زبان انگلیسیه، نوع نگرشش به ایران متفاوته، ایران دوستیش متفاوته، حسی که در مورد جمهوری اسلامی داره متفاوته. بنابراین این 35-6 سال خیلی زمان درازیه، فاکتورهای بسیار زیادی در این موضوع عمل کردن. ولی همجوری که شما گفتید، اگر دولت امریکا نوعی چراغ سبز به خاتمی نشون میده، بلافاصله میبینیم که عکس العملی که بخشی از جامعه میکنه اینه که بره به طرف خاتمی، بره به طرف اصلاح طلبی. با اینکه ما میدونیم که این اصلاح طلبا هم همونایی هستن که فرض کنید که در دوران طلایی امام رو مطرح میکنن، همونایی هستن که در کشتار 1367 اگر شرکت مستقیم هم نداشتن حاضر بودن، ناظر به این کشتار بودن، ولی متاسفانه چشمشون رو بستن. برای نمونه خیلی چیز خوبی دیدم، و اون این که دیدم که نوشته بود که این خبرگزاری کلمه که وابسته به میرحسین موسوی است، اصولا از روی این موضوع نوار خاطرات، یعنی در این حقیقت نواری که از طرف احمد منتظری پسر آیت الله منتظری منتشر شد، اصلا گذشته به هیچ وجه گزارشی در این زمینه منتشر نکرده، حداقل در تیترهای اصلیش منتشر نکرده، به هیچ وجه بهش نپرداخته. چرا؟ برای اینکه میرحسین موسوی معتقد اون موقع نخست وزیر مملکت بوده و معتقده که دوران طلایی امامه، و این دوران طلایی امام رو پشتیبانی میکنن آقای میرحسین موسوی. درسته. و در نتیجه خبرگزاری کلمه مشکلی در این زمینه نداره. حالا توی همین فضا آقای خلیلی عزیز، فرض بفرمایید که در دهه اول انقلاب کسانی که وارد شدند خب بیشتر از ارکان دولت جمهوری، از ارکان دولت پادشاهی بودند که آمدن، دکتر بختیارها، دکتر امینیها، دیگر کوشندگان سیاسی که به هر حال بعد از انقلاب ایران رو ترک کردند، اینها موجی بودند. در سالهای اخیر کسانی که آمدند بعد از انقلاب رشد کردند، خیلی از کنشگران سیاسی مهاجران سری دوم سومایی هستن که خصوصا در موج دوم بزرگ بعد از جنبش سبز اومدن بیرون. تفاوتی بین عملکرد اینهاست؟ آیا واقعا میشه گفتش که کسانی که در دوره‌های جدیدتر آمدن نوع نگاه دیگری دارند، یا این نوع نگاهی که از ایران حالا آمده در اپوزیسیون نشسته داره جایگزین میشه؟ برخی از اعضای اپوزیسیون حتی به اپوزیسیون صادراتی یا دستساز جمهوری اسلامی معتقد هستند و میگن بخشی از اپوزیسیون امروز وابسته به خود حکومت در ایران هست. اینها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خب این موج جدیدی که اومده بعد از سال 2009، اومده در حقیقت بعد از جنبش سبز اومده و وارد سیستم شده، خصوص در سیستم‌های خبری وارد شده، به خبرگزاری های بین المللی رفته، چون تخصصشون مورد احتیاج بوده و جالب بوده. اینا همونایی هستند که بعد از انقلاب در حقیقت
تعلیم و تعلم پیدا کردن و آموزش دیدن و اومدن بالا. اینها نگاهشون یک نگاه از یک جامعه سرکوب شده اومدن بیرون. از جامعه، حالا من البته کار جامعه شناسی نمیخوام بکنم، ولی از یک وقتی از جامعه سرکوب شده اومدن بیرون، نوع نگاهشون و نوع نوشتهشون از مسیر اصلاح طلبی که جوری با جمهوری اسلامی کنار بیان، با سیستم رهبری جمهوری اسلامی کنار بیان، با اون سیستم سرکوب کنار بیان، این نگاه بوده. اون وقت اگرم به صورت فله‌ای یا به صورت بزرگ رفتن یه جایی، خب طبیعتاً اون نگاه رو اونجا حاکم کردن و این نگاه حاکم رو الان داریم در این خبرگزاری‌ها به طور کلی می‌بینیم. نگاهی رو حاکم کردن که این نگاه در مسیر معامله با جمهوری اسلامی، در مسیر معامله با رهبران سرکوب جمهوری اسلامی و رهبران پاسدار، از بغل مسائل حقوق بشر رد میشه. حقوق بشر فقط در قواره روزنامه‌نگاران نزدیک به همین گروه‌های اصلاح طلب یا افراد محصور رهبران جنبش سبز محدود میشه. دیگه به بهایی‌ها، به دیگر اقشار جامعه ارتباطی پیدا نمی‌کنه. و این یه واقعیته که ما داریم الان به وضوح کامل می‌بینیم. و البته ناگفته نماند که همه یه خبرگزاری این اتفاق براش نمیفته. یه بخشای بزرگی از این خبرگزاری و اکثریت مطالبش در این اتفاق میفته. بعضی وقتا هم هست که به هر حال کاری میکنه که نشون بده که یه کار دموکراتیک انجام داده و حقوق دموکراتیک همه مردم رو رعایت کرده. ولی که ما چی باید بکنیم؟ ما به عنوان یک ایرانی چی باید بکنیم؟ به نظر من بایستی اون رسانه هایی که مستقل هستن، خارج از خبرگزاری های رسمی بین المللی هستن و یا خارج از دستبرد جمهوری اسلامی هستن، بایستی کاری بکنیم که تقویت بشن، بتونن روی پای خودشون وایسن، بتونن کار خودشون رو ادامه بدن که این خبرها به درستی به دست مردم برسه. خب این حمایت برای برخی از کسانی که در خارج از کشور حضور دارن قابل درک هست که مثلا اگر یک رسانه فعال هست بتونن از اون حمایت مالی یا حمایت پشتیبانی هایی که مرسوم هست در فضای حداقل رسانه ای آمریکا انجام بدن، برای ایرانی هایی که در داخل ایران هستن چطور؟ اونها چگونه میتونن از رسانه های در واقع مستقل به قول شما حمایت کنند و از اونها تأمین خبر کنن؟ این حمایت چگونه صورت میگیره؟ بله، من تا اونجایی که حداقل در مورد ایران شهر ما دیدیم که ما میبینیم که با اینکه ایران شهر فیلتر از طرف دولت جمهوری اسلامی، به خبرهای ایران شهر مردم دسترسی پیدا میکنن و با همه اینکه پارازیت میندازن روی اندیشه، میبینید که این برنامه شما اونجا دیده میشه. و مردم که میان توی کتاب فروشی در مورد این بحث میکنن، مردمی که از ایران اومدن، بله، میگن که آقا ما شما رو در تلویزیون دیدیم، چه مطلب جالبی در اون زمان گفتید. شاید خیلی هم به مراتب بهتر از ایرانیایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، اونا رصد میکنن این برنامه رو و این برنامه رو میبینن. بنابراین مردم خودشون میدونن، یعنی مردم داخل ایران میدونن که آن چیزی که در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح میشه، تلویزیون پشم و شیشه، دروغی بیش نیست و این میدونن، این کارخانه دروغ سازی و دروغ پردازی اونا رو میشناسن. بنابراین ترجیحشون اینه که واقعا با رسانه های خارج از کشور در تماس باشن، از طریق اینترنت ببیننشون و بیشترین مقداری هم که میتونن حمایت بکنن همین چیزی که میبینن، همین چیزی که گوش میدن، همین چیزی که میخونن، دیگرانشون میدن. بله، همین اشتراک گذاری ها این بزرگترین کمکیه که به رسانه های خارج از کشور میتونن انجام بدن. آقای خلیلی، در کنار تمام این ابعادی که وجود داره، یک جنگ مالی همین پشت هست. یعنی وقتی که شما میبینید یک سازمان عریض و طویل مالی هست با درآمدهای هنگفت یا بودجه های دولتی مسبب میلیون ها دلاری، میتونه خودش رو پیش ببره. فیلم مثال شما به شبکه پرس تیوی جمهوری اسلامی نگاه کنید، یا شبکه اسپانیولی زبان جمهوری اسلامی نگاه کنید، با بودجه هنگفت نفت خودش رو داره در دنیا مطرح میکنه، اخبار به روز میاره، بهترین مجریها رو استخدام میکنه، بهترین تیم های تخصصی، بالاترین کیفیت های
پخش رو میگیره، حتی در رقابت با رسانه‌های خارجی قرار میگیره. خب این بحث مادی هم وجود داره، چگونه میشه با این مسئله مواجه شد؟ چگونه میشه در مقابل این در واقع حجمه مالی که نسبت به رسانه‌ها اعمال میشه این کار رو انجام داد؟ از این سمت هم فراموش نکنیم که بسیاری از کنشگران رسانه‌ای در اینجا هستن که حاضر هستن، نمیخوایم اسم از کسی بیاریم، خیلی کلی، که حاضرن برای اینکه بتونن منافع اقتصادی داشته باشن، حتی از آگهی‌های تبلیغاتی، از بحث سیاست و سیاسیون پرهیز کنن که مبادا تجارت با ایرانشون به خطر بیفته. این رو هم واقعا باید در نظر گرفت دیگه. ببینید، من بازم میگم اگر شما کارتون مثبت باشه و کارتون درست باشه، خود به خود نشون میده. ما به اتفاق هم دیگه در ایران شهر یه ویژنامه ایرانیان ارمنی درآوردیم، یه ایرانیان یهودی درآوردیم، ایرانیان بهائی درآوردیم و خیلی هم موفق بودیم از این لحاظ که خواننده جلب کنیم. بعد از گذشت حداقل 5-6 سال که از این ویژن ها میگذره، باید به اطلاعاتون برسونم که خبر دیشب گرفتم، فرصت نشد به شما بگم، و اون این که روزنامه عصر اندیشه که در ایران چاپ میشه به فکر این افتاده که این مسیر رو دنبال کنه که با فرض کنید یه ویژنامه ایرانیان یهودی خارج از کشور منتشر بکنه. حالا پشتش فقط برای این نیست که واقعا نشون بدن که ایرانیان یهودی در خارج از کشور چیکار دارن میکنن و آیا کاراشون مثبت، کاراشون منفیه چیه، میخوان از تضاد عقاید بین افرادی که باشون گفتگو میکنن این چیزا رو در بیارن که چه اشکالاتی این جامعه داره، یعنی چقدر تاثیر گذاشته اون مجموعه در واقع ایران شهر که اینها هنوز دارن به دنبالشن که بهش جواب بدن. بله، این ببینید چقدر اهمیت داره این موضوع. شما اگه کارتون درست باشه دیده میشه، یعنی در دراز مدت اینه. هر کاری هم که هر کسی، بزرگترین خبرگزاری بین‌المللی جهانی باشه، اگه کارشون درست نباشه، حقیقت رو مطرح نکنن، همه جوانب رو نشون ندن، فقط اون قشری دیگه بهشون نگاه میکنه که اون مسیر رو میپسنده و اون دیگران هرگز شاملش نمیشه. این یه واقعیته. هر چقدر شما کارتون درست باشه میان و تبعیت میکنن از کار درست، حتی دشمنانتون. آقای خیلی، شما در مجموعه انتشاراتی که در طول این 30 سال دارید همه جور کتابی هست، از کتاب چپ و کمونیست گرفته تا مجاهد و حتی کتاب خاطرات آقای منتظری، همه جور کتابی رو شما منتشر کردید، کتاب راستگرایان، ملی گرایان. میدونم خود شما علاقمند به آقای تفکرات ملی آقای مصدق و اون سبک خاص از تفکر ایران دوستی هستین، ولی در کنار همه این کارها با همه گروه‌های سیاسی هم فعالیت نزدیکتر داشتید، با افتخار هم کار کردید و به هیچ کسی رو هم سانسور نکردید. به عنوان کسی که این پشتوانه پشت شماست، چه توصیه‌ای به دیگر کنشگران سیاسی رسانه‌ای دارید که در این راستا بتونن واقعا با جمهوری اسلامی به مقابله راه بزنن؟ بله، به نظر من بارها نظر بنده اینه، تنها راه این که ما با جمهوری اسلامی بتونیم یک مبارزه واقعی بکنیم اینی که حقیقت رو هرچی بیشتر نشان بدیم، و حقیقت نشان دادن خود به خود بزرگترین ضربه به جمهوری اسلامیه. و من البته بگم که من همه کاری در زمینه انتشارات انجام دادم، چون جز این که در مسیری باشه که به نفع جمهوری اسلامی تموم بشه. قطعا همینطور هست و ممنونم از شما به خاطر روحیه دموکراتی که دارید در کارتون، در فعالیتتون، به گواه اونچه که به عنوان بیش از 500 عنوان کتاب فارسی منتشر شده در خارج از ایران در 36 سال گذشته، 35 سال گذشته، محصول تلاش شما و همکارانتون در این 3.5 بوده. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. تا برنامه دیگر و فرصت گفتگوی دیگر، وقت خوش.